مسئولان ریاست مبارزه با حوادث تخار از توزیع کمک هایشان برای متضررین در سال جاری خبر می دهند. ملا احمد سیر ساجد رئیس مبارزه با حوادث تخار می گوید آنان در سال جاری به همکاری مؤسسات برای 484 فامیل متضرر از سیلاب ها و حوادث طبیعی در طالقان مرکز تخار و ولسوالی های این ولایت بیش از 5.5 میلیون افغانی کمک نقدی توزیع نموده است. در مثال جاری که به مردم ها و همتنهای ما که از اثر سرازشن سیلاب متضرر شده بودند مجموعاً پول نقدی که توزیع شده 5,750,580 افغانی توزیع شده. البته این مقدار پولی را که گفتم این به چند ولسوالی ها و مرکز شامل میشه که چاب است و فرخار است و نمکاب و رستاق و چال اشکمش مرکز خود تخار و دشت قلات و خوجغار هم یک چند فامیل است. برای این قدر پول نقد توزیع شده. آقای ساجد نیز تاکید دارد اداره آنان برای 32 خانواده شهید که در اثر حوادث طبیعی در سال جاری جان خود را از دست داده بودند 30 لک افغانی توزیع نموده و برای 100 فامیلی که در ولسوالی های اشکمش و خواجه‌غار در اثر سرازیر شدن سیلاب ها خانه هایشان را از دست داده بود نیز سرپناه ساخته است و همچنان اداره آنان در سال جاری برای 2700 فامیل نیازمند و متضرر مواد اولیه و خوراکی توزیع نموده است. ما به تعداد 32 نفر شهید داشتیم در سال جاری که برای خانواده شهدا از طرف مقام محترم ریاست الوزراء برشان بر هر فامیل مبلغ 1,00,000 افغانی کمک شد و بقیه که از سالهای بعدی بود بر از طرف مقام وزارت ما بر هر فامیل 40,000 افغانی کمک شد و بر 2,700 فامیل که متضرر شده از طرف ریاست حوادث و مؤسسات همکار بر از اینا کمک شده. بر کسایی که تخریبات کلی بوده خیمه داده شده در غیر از لوازم آشپزخانه کیت کمپل امکانات همی ضروری اولیه برشان از طرف مؤسسات و ریاست حوادث برشان داده شده. این در حالی است که در پی بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها در سال جاری در شماری از ولسوالی های ولایت تخار همانند اشکمش، نمکاب، چال و فرخار بیش از 50 تن شهید و زخمی شده بود و همچنان بیش از 9000 جریب زمین های زراعتی، هزاران منزل مسکونی، باغ های مسمر کاملا تخریب و به سنگلاخ مبدل شده بود.